به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. خبر تازه، دست کم 36 زخمی در درگیری بین نیروهای امنیتی و افراد مسلح غیر مسئول در شمال غرب هرات. در خبرنامه مقام ولایت هرات آمده که این عملیات از سوی نیروهای امنیتی برای دستگیری افراد غیر مسئول در شهرک جبرائیل در شمال غرب شهر هرات را اندازی شده است. مقامات محلی در هرات می گویند اخیراً شماری از ساکنین منطقه توسط افراد وابسته به حبیب الله غوریانی آزار آزیت و زخمی شدند. به گفته مقامات، بر اساس شکایات این افراد نیروهای امنیتی به بازداشت این افراد پرداختند، اما با تیراندازی و مقاومت روبرو شدند. حبیب الله غوریانی یا طرفداران او تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. ریاست صحت هرات می گوید تا کنون 36 زخمی به شفاخانه منتقل شدند. 31 غیر نظامی از جمله 2 کودک و 1 زن و 5 نظامی وضعیت 3 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. شمار از ساکنان شهرک جبرائیل در شبکه های اجتماعی از زخمی شدن افراد بیشتر نوشتند و حتی از کشته شدن افراد گفتند. تصاویر از زخمیان نیز در شبکه های اجتماعی نشر شده است، اما این گزارش ها از سوی منابع معتبر تایید نشده است. دولت بایدن، امریکا نمیخواهد درگیر جنگ های بی پایان شود. دولت بایدن در دستورالعمل اولیه و موقت خود در زمینه استراتژی امنیت ملی امریکا اعلام کرد که ایالات متحده نمیخواهد وارد جنگ های بی پایان شود. با گزارش اسپوتنیک، در بخشی از دستورالعمل اولیه استراتژی امنیت ملی امریکا در دولت جو بایدن که روز چهارشنبه منتشر شده است، تاکید شده است که ایالات متحده نباید و نمیخواهد وارد جنگ های ابدی شود که به کشته شدن هزاران انسان منجر می شود و هزاران دلار خرج به بار می آورد. دولت بایدن با اشاره به بحران افغانستان پس از 11 سپتامبر گفت: زمانی که این اطمینان را حاصل کنیم که افغانستان دوباره به پناهگاه امن برای حملات تروریستی علیه ایالات متحده تبدیل نخواهد شد، همه تلاش خود را برای به پایان رساندن طولانی ترین جنگ امریکا در افغانستان به کار خواهیم گرفت. این موضوع در استراتژی پیشنهادی امنیت ملی امریکا همان موضوع رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ است که با جنگ های مداوم مخالف بود و میخواست با خروج نیروهای خود از عراق و افغانستان با آنها پایان دهد. دولت بایدن قصد دارد در اواخر سال جاری از یک استراتژی کامل امنیت ملی خود رونمایی کند. ختم سفر 3 روزه خلیلزاد. سفر فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا در مورد صلح افغانستان پس از گفتگوها با چهره های سیاسی این کشور خاتمه یافت. با گزارش اسپوتنیک، نت پرای سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است که سفر 3 روزه زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا در مورد صلح افغانستان خاتمه یافت. پرایس گفت: سفر 3 روزه خلیلزاد به کابل تمام شد. خلیلزاد 3 روز پیش به کابل آمد تا با سیاسیون افغانستان درباره توافقنامه صلح گفتگو کند. زلمه خلیلزاد در دیدار با سیاسیون افغانستان نقش کشورهای منطقه را در روند صلح با اهمیت توصیف کرده و از پشتیبانی همه‌جانبه امریکا از فرایند صلح افغانستان به ویژه ایجاد اجماع منطقه‌ای و تقویت اجماع جهانی اطمینان داده است. آقای خلیلزاد با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس مصالحه ملی، مارشال دوستم رهبر حزب جنبش ملی، صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان، حامد کرزی و شمار دیگر از سیاسیون کشور دیدار کرد. این در حالی است که طلوع نیوز نوشته است که منابع نزدیک با حامد کرزی و عبدالله عبدالله میگویند آقای خلیلزاد مسوده یک طرح حکومت مشارکتی را به این سیاسیون سپرده است و گفته است که دیدگاه‌هایشان را در این باره مطرح کند. این منابع می افزایند که خلیلزاد به سیاسیون کشور همچنان گفته است که روند صلح در دوحه با حاشیه خواهد رفت و برای ایجاد یک حکومت مشارکتی که طالبان بخش آن خواهند بود، نشست بزرگ ملی و جهانی مشابه و نشست بان برگزار خواهد شد. محب، طالبان در میدان جنگ از افراد ملکی سپر انسانی ساختند.
مشاور امنیت ملی گفت که گروه طالبان در میدان جنگ بیشتر از افراد ملکی به حیث سپر استفاده میکنند که این کار باعث خودداری 2000 عملیات نیروهای هوایی در سال گذشته شده است. با گزارش سپوتنیک، حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی میگوید که گروه طالبان به هیچ اصلی پایبند نیست و تمام جاها را به خط اول جنگ تبدیل کرده است. مشاور امنیت ملی غنی در یک نشست خبری در کابل گفت که طالبان باشندگان افغانستان را در مساجد، خانه ها و سرک ها مورد هدف قرار می دهند و تمام بخش های کشور را خط اول جنگ ساختند. مشاور امنیت ملی افزود جنگ در هر کشور اصولی دارد، اما طالبان به هیچ اصل وفادار نیستند. قوانین جنگ را قبول ندارند. در هر جای افغانستان جوان، طفل و زن برایشان دشمن است و هر کس را ببینند فکر میکنند که کشتنشان روا است. محب افزود که گروه طالبان در میدان جنگ بیشتر از افراد ملکی به حیث سپر استفاده میکنند که این کار باعث خودداری 2000 عملیات نیروهای هوایی در سال گذشته شده است. با گفته او، استفاده از افراد ملکی و حیث سپر باعث شده تا نیروهای امنیتی با دشواری روبرو شوند، زیرا این نیروها باید از یک سو با طالبان بجنگند و از سوی دیگر از افراد ملکی محافظت کنند. محب بار دیگر جنگ جاری در کشور را نامشروع خواند و گفت بارها گفته شده که این جنگ هیچ مشروعیت ندارد، به غیر از یک کشور که علمای آن این جنگ را مشروعیت دادند. دیگر تمام کشورهای اسلامی گفتند که این جنگ مشروعیت ندارد و این کار مسلمان کشی، انسان کشی و آسیب رساندن به مردم است. او در این باره به کشور خاص اشاره نکرد، اما احتمالاً هدف او علمای پاکستانی است. مشاور امنیت ملی همچنین اطمینان داد که نیروهای دولتی امنیت مردم را تامین کرده و از کشور دفاع خواهند کرد. حمدالله محب از جامعه جهانی و طالبان تضمین می خواهیم. مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید که حکومت افغانستان برای برقراری صلح در کشور از جامعه جهانی و طالبان تضمین می خواهد. با گزارش سپورنیک به نقل از رسانه ها، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان که روز 13 اود در 30 روز نمایشگاه و جشن حمایت از نیروهای ملی دفاعی و امنیتی در کابل صحبت میکرد گفت که حکومت افغانستان برای صلح کار میکند، اما پیش از هر چیز باید تامین صلح در کشور تضمین شود. محب گفت ما تضمین برای صلح و ثبات در افغانستان میخواهیم. هر طرحی که مطرح میشه باید صلح و ثبات را تضمین کند و این را هم جامعه بین‌المللی و هم طالبان پیش از پیش به افغانستان و مردم افغانستان تضمین کرده بتواند. این در حالی است که اخیراً شمار از رسانه ها به نقل از منابع در وزارت خارجه امریکا گزارش کردند که زلمه خلیزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، در سفر اخیرش به کابل طرح حکومت مشمول را با بزرگان سیاسی در افغانستان مطرح کرده و قرار است به زودی به طالبان نیز شریک کند. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.